با برنامه جربوزه خانم دکتر فوجان زینی روانشناس و آقای دکتر علی شمی روانپزشک همراهتون هستیم. در جلسه گذشته در ادامه اون میخوایم راجع به هپینس و خوشحالی صحبت کردیم و این بار میخوایم راجع به شوخ طبعی بیشتر صحبت بکنیم که چطوری طبعمونو شوخ بکنیم که به هپینس و شادی برسیم. همراهتون هستیم. خب مجدداً با من شروع میکنید و قسمتی است که من باید سعی بکنم که راجبش شوخ طبعی صحبت کنم. تلاش بکنم. اولا سوال میکنم از شما چرا لباس مشکی پوشیدید؟ همچنین خانم دکتر زینی هم به مشکی پوشیدن بر اساس تصادف. کت منم مشکیه. ولی خب من سعی کردم که رنگ کرواتم یه خود متفاوت باشه و شاید بیشتر شادی رو بتونه انتقال بده. حالا شما هم بعد توجیه بکنید دلیل داشته باشید. ما هم مده هم خواستیم لاغرتر نشونمون بدن. خب چون میگن خانم‌ها هر چی لاغرتر بشن خب خوش اسلوب‌تر اتراکتیوتر و خوشگل‌تر. بعدم گفتیم من. که دیگه چی بود موضوعش؟ من که داشت بارون میومد از چکمه شروع کردن. در نتیجه ایشون بقیه یه ساختار رو ساخت. حالا دیگه چون چکمه مشکی بود بقیه ساختار رو ساخت. بله من به خاطر که داشت به شادی قرار صحبت بکنیم من قسمت های دایره های سفید هم درش گذاشتم که این سفید و سیاه های باورهامون رو ما نگاه کنیم. مرسی از شوخ طبعیتون. اون چیزی که ما رو خوشحال میکنه آینه است. اگر با آینه شما بتونید کنار بیاید من فکر کنم دنیا دیگه باید با شما کنار بیاد. بعد شما صحبت قشنگی میکنید که صبح که از خواب بیدار میشیم تو آینه که نگاه میکنیم اگه از خودمون خوشمون بیاد یه مقدار تمام روز مثل اینکه راضی تر هستیم. یعنی از خودمون همیشه شروع میشه، منظورتون اینه؟ ولی ببین من دارم فکر میکنم که چرا آدما هرچی موانع بزرگتری تو زندگیشون بوده، هرچی سختی بیشتر کشیدن، خوشحال تر در نتیجه میشن اگر باهاش روبرو شدن. اونهایی هستن که سختی ها رو پشت سر گذاشتن و به اون قله رسیدن. اونجاست که شادی رو احساس کردن. مسلط شدن، میرن در دادگاه برنده میشن. موضوع بسیار موضوع پیچیده ای بوده، احتیاج داشتن که خرج بکنن، وکیل بگیرن، ولی وقتی که نهایتا نتیجه به نفع اونها هست خوشحال میشن. این خوشحالی موقت محدود میشه به اون ماجرا، ولی آماده میکنه شخص رو برای ماجراهای بعدی. من هر چقدر بیشتر دپوزیشن دارم در محیط کارم، اولین سوالی که اتفاقا وکلا میکنن آیا قبلا دپوزیشن داشتید یا نه. دپوزیشن موقعی است که یه مسئله قانونی هست و از نظر پزشکی احتیاج به متخصص دارن. وکیل دو طرف میان و اونجا از من سوالایی میکنن و نتیجه تصمیم میگیرن که این مشکل چجوری باید حل بشه. خب من روانپزشک باید همه جنبه ها رو در نظر بگیرم، در این حال که قسم خوردم که دروغ نگم که واقعا اینطور هست، با واقعیت زندگی بیماری و آینده او سر کار دارم و از صحبت های من هر نکتهش میتونه اونجا ثبت میشه مورد استفاده یا سوء استفاده قرار بگیره. خب این بسیار کار مشکلیه و هدفش البته هدف انسانی کمک به یه فردی است. اولین بارش بسیار مشکل بود واقعا، هم پریپریشنش آماده کردن و هم جواب دادن. و همینطور که گذشت سالهای بسیار زیادی است که من در رشته تخصصیم کار میکنم و به خصوص دپوزیشن در امریکا من یاد گرفتم و دنبالش میرم، بسیار الان برام ساده است. اتفاقا دیروز داشتم یه دپوزیشن که به جایی که یک ساعت طول بکشه نیم ساعت بیشتر طول نکشه، چون سالها رو انجام دادم و جواب دادم و خوشبختانه به نفع بیمار هم همه چیز تمام میشه. خب ببینید زندگی یعنی مجموعه اینها. رفتن دپوزیشن آمادگی میخواد. من باید شب این پرونده رو مطالعه میکردم، خود شخص رو مجدداً دعوت کردم، آمد باهاش صحبت کردم، مجموعه مشکلات رو نگاه کردم و هدفم این بود که به این شخص حداکثر کمک واقعی بشه بدون اینکه غیر واقعی من صحبت بکنم. و خب این یک فشار زیاد روانی هست و وقتی هم که من میذارم تمام اینا ولی نتیجهش مثبت هست و من خوشحالم و به این ترتیب واقعا این زندگی رو آدم میتونه دنبال بکنه. علت کار کردن ما فقط زندگی رو تأمین کردن نیست، باید قسمت اعظمش لذت از اون کاره. اگه من از کارم لذت نبرم واقعا هر چقدر هم پاداش مالی بگیرم برای من لذت بخش نیست، برای من کافی نیست.
خیلی از انسان‌ها هستن که مجبورن کار بکنن، ولی در این حال باید در اون کاری که میکنن یه قسمتی رو به عنوان علاقمندی نگاه بکنن بهش، یا تجربه بهش نگاه بکنن، وسیله باشه برای پیشرفت بعدیشون. اگر کار حسابداری میکنه این مقدمی بشه برای اینکه بتونه واقعا مدرک حسابداری بالاتری بگیره. اگر کار به اصطلاح هنری میکنه هنر آیندهش رو بهش نگاه بکنه. الان ممکنه شاگرد یک کسی باشه، بعدا میشه استاد، میشه بعدا خودش میشه کارفرما. همه اینها پیشرفتهایی است که انسان هر قدمی رو میتونه داشته باشه، در آینده هم بهش نگاه بکنه، یعنی هدف داشته باشه. منم وقتی که شما اصرار زدید در برنامه قبلی بر همین راجب صحبت میکردیم، راجب خوشحالی، من وقتی اومدم اینجا بچه‌هام کوچک بودن. چرا اومدم؟ برای اینکه برای خودم نیومدم، آینده اونها رو نگاه کردم، دیدم اگر به من این فرصت داده شده تحت شرایط زندگیم که تحصیلاتم اینجا بکنم و یه علمی رو داشته باشم که به درد همگان میخوره و محدود به فقط به گروه خاصی نیست، این فرصت رو به بچه‌هام بدم، اگر استفاده کردن و بهره مند شدن چه بهتر، اگر نه که بازم من احساس گناه نخواهم کرد که این اونها رو محروم کردم از چنین امکاناتی. خوشبختانه از اون امکانات استفاده کردن و اونهایی که میشناسن بچه‌ها منو هر دو پزشک شدن و در رشته‌شون هم موفق هستن. خب این لذتی که اونا میبرن و موفقیتی که دارن برای من هم یه برجی است که ساختم، ولی این برج مجازیه، برجی نیست که شما بتونم بگم اینقدر ارزش داره، ولی برای من ارزش خیلی بیشتر از اون داره که یه برج میتونه یه کسی دیگه ساخته باشه در اون مدت بدون اینکه به بچه‌هاش توجه کرده باشه. آقای دکتر، واقعیت‌هایی در جامعه ما هست که من دوست دارم بیانش کنم و راجع بهش نظر شما عزیزان رو بشنوم. اینکه خب شما یک هدفی رو داشتید، یک قدم‌هایی رو براش گذاشتید، یه صدماتی رو خوردید و شاید هم امکانات خیلی خوبی در کشور خودتون براتون بوده، ولی صرف نظر کردید به خاطر هدفی و بهش رسیدید. ولی بعضی وقتا واقعیت اینه که خانواده‌هایی هستن به خاطر شرایط اجتماعی، به خاطر فقر، به خاطر مسائل مختلف تلاش خودشون هم می‌کنن، ولی به نتیجه‌ای که می‌خوان نمی‌رسن. حالا چجوری می‌تونن خوشحالی رو تجربه کنن؟ ببینید، یه زمانی یک جمله هست در فضای امریکایی و انگلیسی که میگن چیزی که نمیکشته تو رو قوی تر میکنه. و این خیلی مهمه که کسی که داره یک بالا پایینی رو میره، یک دردی رو داره میکشه و داره توانایی پیدا میکنه برای تحمل اون درد، برای از اون گذشتن و هدفمند شدن و یک به یک نتیجه رسیدن. ممکنه تمام نتایجی رو که ما ها میخواییم با عنوان یک انسان به اون نمیرسیم. چطور بهش نمیرسیم؟ یا مهارتش رو نداریم، یا شرایطش وجود نداره، یا اینی که دیدگاهی که داشتیم از اول واقعی نبوده، یا اتفاقاتی پیش اومده، یا اتفاقاتی پیش اومده که این مسائل رو به وجود آورده. ولی این مشخصه که وقتی که یک شرایطی چه خودمون انتخاب کردیم، چه از جای دیگه‌ای برام به وجود اومده. مثلا من 12 سالم بوده، 12 سال و نیم من بوده که اومدم امریکا بدون هیچ زبانی، بدون هیچ کس. خب اون شرایط سخته. من الان دختره کوچیک 12 سال رو میبینم شوک میشم که من اینقدی بودم مثلا تنهایی اومدم توی امریکا و در اون فضا خب دیدم سختیامو کشیدم. ولی امروز حسم اینه که شما هر جایی در هر مملکتی در هر کاری من رها بکنین، مثل این گربه ها که چارپا میان زمین، من میتونم از خودم نگهداری کنم. یا مثلا 17 سالم بود، من توی تازه دانشگاه 15 سالم بود رفتم، 17 سالگی انقلاب شد، تمام خرج و تمام چیزایی که اتفاق افتاد ایستاد. من 17 سالگی سجادشم کار میکردم. شما اون چیزی که داشتید به خودتون آوردید اعتماد به نفستون بود؟ نه والا، نه شما هم به وجود آورد، به وجود اومد. شما ازش استفاده کردید. شما وقتی که اولین بار به من تلفن کردید دایتون هست؟ بله. مدرکتون رو گرفته بودید، دنبال کار میگشتید، به سر کسی به من زنگ زدید، من مدرک رو دارم، گفتم به با هم کار بکنیم، گفتید از خیر بودم از فردا. بله. درسته، یادتون هست؟ بله. شانس آورده با آدم خوبی رو برو شدید. مثل که دیروز بود، مثل که دیروز بود، دیروز هم شانس نیوردم، تحقیق کردم، خوبیاشون رو پیدا کردم. از نظر من شانس بود، از نظر من یه موقعیتی بود که دیدم دنبالش بودم، بهشون زنگ زدم مثل از آسمون خدا رسوند. خب یه روزم زنگ زدم گفتم من دارم میرم فرانسیسکو، یادتون هست؟ گفتم خب متاسفم که دارید میرید، ولی کاش که نمیرفتید. به فکر افتادم که یه نفر پیدا بکنم، جای ایشون هیچ کس پر نکرد برای من. درست. ولی من کارم تعطیل نکردم. ببین اینم هست. من کارم رو تعطیل نکردم.
ناامید شدم که خب ایشون دیگه نیست، یک دیگر بیارم، اونم اومد و یکی دیگه اومد، دو نفر سه نفر دیگه اومدن، جای ایشون همیشه خالی بود، ولی اونایی که اومدن کار من ادامه پیدا کرد. یه روزم زنگ زدن از سان فرانسیسکو، گفتم من دارم برمیگردم، گفتن از کی میتونم برگردم؟ از فردا. از فردا شما دارم. خب ببینید این روابط انسانی لذت بخشه، این روابط انسانی آدم نمیتونه به دست بیاره مگر اینکه اون لیوانی که گفتم بهتون در جلسه گذشته باید پر از اون سنگهای بزرگ باشه که زمینه شخصیتی، موقعیت اجتماعی هست و باورهای انسانه، تمام اینا باشه و نهایت هم یه کافی هم جا میگیره. بله، توشا همه چیزای دیگه مایه‌ای که برزی با هم دیگه آدم یه کافی همه هم چیزای دیگه میتونه توش بیاره. مهم اینجاست که ببین اون سختی ها رو انسان ها میمونن توی اون سختی، انگار که چرا من باید سختی بکشم. و وقتی که حرف من اینه که شما وقتی سختی ها رو میکشین این بازوها داره قوی میشه. امروز ترس من از این نیست که اگر هر روز هر میه به هر صورت هر جایی یک مهارتی پیدا کردم از روابط انسانی، یک مهارتی پیدا کردم از پول در آوردن، که این اتفاق هر زمانی بر من بیفته فکر میکنم که میتونم از خودم نگهداری کنم، در نتیجه تشویش و استراب منو پایین میاره. همین. پس وقتی که من دارم یک قدرتی رو به دست میارم از جایگاه سخت، قدرت من رو داره اضافه میکنه، پس تشویش و استرابم رو در مقابل جریانات زندگی کمتر میکنه و فضا رو میذاره برای خوشحالی و قدردانی. همون قدری که مثلا من قدر شما دو عزیز و کسانی که اینجا هستن رو میدونم که میتونم بیام و این فضا رو برای بقیه درست بکنم. چند تا مورد هست که این قدرت ها رو زیاد میکنه. یکیش زحمت کشیدنه. شما داشتین راجع به زحمت کشیدن صحبت میکنید. بعضی موقع ها ما انتظارمون اینه که من بدون زحمت باید همه چی رو داشته باشم و خوشحال باشم. نه، کسانی که واقعا بدون زحمت این کار رو انجام میدن خوشحال نیستن. شما میبینید افسردگی و تشویش و اضطراب در بچه های میلیونرها و بیلیونرها کمتر نیست تا فقرا، که به صورت ارثی رسیده. ببین افراد ثروتمند دنیای امروز میبینیم که با مدیا و اینترنت و ابداعاتی که کردن مثل بیل گیتس یا دیگران به ثروت‌های کلان رسیدن و خیلی هم خوبن، ولی افرادی که در حقیقت نه که بخوام اسم بادآورده رو روش بذارم، ساده و راحت این ثروت‌ها میاد، اون وقت ممکنه به دیپرشن هم برسه. حرفای قشنگ شما دوتا عزیز منو برد توی داستان جالبی از کرم ابریشم که میگه کرم ابریشمی بر روی درخت کهنه توت در حال زبرم بود، اون درخت در حال رفتن بالا بود، اونقدر صدمه کشید تا خودش رو زیر برگای نرم توت جا داد و بعد از مدتی که درد کشید اون وقت پیله سنگینش رو از دست داد و وقتی که اومد بیرون تبدیل شده بود به یک پروانه، پروانه‌ای که الان دیگه پرواز رو میدونست و غیر قابل برگشت بود. امکان نداره که آقای دکتر شمی عزیز، دکتر فوجان عزیز و شما عزیزان تجربتون رو بخواید بفروشین. تجربیات قشنگی هست که ما بالمون میشه، بال پروازمون میشه و میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی چه کار بکنیم که در جا نزنیم و کارایی نکنیم که بدون هدف باشه. سختی اگر هدف داشته باشه، با امید همراه باشه، حتی اگر یه نفر رو ورزشکار صدمه میخوره، درد میکشه، ولی چون هدف داره خب خوشحاله. ولی یک نفر هم ممکنه از طریق کتک همون درد رو بکشه، ولی چون بدون هدفه اذیت میشه، زجر میکشه که چرا من دارم این کتک رو از روزگار میخورم. That's not fair. حق من نبوده. هدف دو انگیزه داره، یکی راحتم و میخوام بهتر کنم خودم رو، در نتیجه یک مسئله بهتری رو جلو میذارم و بعد زحمت میکشم تا به اونجا برسم با اینی که موانعی میاد. یکی هم یه دردی دارم و هدفم اینه که خودم از درد بکشم بیرون. درنچه اگر خانواده‌ای دارم که داره کتکم میزنه، چون مثال کتک آوردین، اگر خانواده‌ای دارم که در فقره، اگر در جایگاهی هستم که به درد نمیخوره، چطوری میتونم هدفمند بشم که خودم از درد رها کنم؟ و اون هم میبینیم خیلی از کسانی که موفق شدن در دنیا الزاماً بچگی‌های خوبی نداشتن، ولی چون به خاطر اینکه داشتن از درد خودشون رو بلند می‌کردن، دیدگاهی رو گذاشتن که من چطوری میتونم باشم که این رو بر خودم دیگه به وجود نیارم و برای کسی دیگه به وجود نیارم، و بلند شدن و اون هدفمند شدن از جایگاه دیگه. هر دو رو میشه داشت. طبیعتاً هدف باید یه مقداری با واقع‌بینی هم توأم باشه. درست. اگر هدفی باشه که انسان بتونه بهش برسه ولی باید زحمت بکشه بهش برسه، باید از خودش
مایه بذاره، باید واقعا شروع بکنه. همینطور که اشاره کردید خیلی ها هستن بچه های که در خانواده مرفه و ثروتمند رشد میکنن، قدر ثروت رو نمیدونن و این بزرگترها هستن که به اونها باید یاد بدن که این ثروت راحت به دست نیمده و اگر شرایط خاصی بوده، حالا استثنا یک کسی بلیط وقت آزمایش برنده شده، اونم باز بین میلیون ها نفر شانس آورده. یه عامل کوچکی هست. من فکر میکنم همیشه شانس یه عامل کوچک باید به حساب گذاشته بشه، ولی اون فرد باید دستش به قول معروف به زانوش بگیره، بلند شه، حرکت بکنه و اگر میخواد به اون هدفی برسه باید زمینش رو فراهم بکنن دیگران، اطرافیان، خانواده، راحت به او همه جور امکانات رو ندن، با او شرط ببندن که اگر این کار میخوای بکنی ما برات فراهم میکنیم، ترستو میخوای بخونی، تحصیلاتو میخوای بری، خرج مسافرت داری، خرج زندگی داری، این امکانات اولیه رو فراهم کنن، او رو راهنمایی کنن به هدف برسه، هدفهای واقع بینانه و خوشحالیش تأمین خواهد شد. اون وقت اونام خوشحال خواهد شد. پدر مادری که فکر میکنن اگر ماشین بی ام دبلیو یا ماشین بنز زیر پای بچه‌شون بذارن مشکلش حل میشه، اون قبل از که به پزشک برسه، به مطب شما برسه، ماشین رو داغون کرده. برای اینکه در مسیر راه برای لذت بیشتر یه مقدار هروئین یا کوکائین بهش دادن و چون پول داشته اونا رو هم تهیه کرده. ببین اینا رو ما میبینیم. اینا واقعیته. متاسفانه بعضی ها چشمانشون بسته است، نمیبینن. موقعی که برخورد میکنن با مشکل بزرگ اون وقت تازه چشمانشون باز میشه. کسانی هستن که باید 10 سال پیش از اینکه به ما مراجعه کنن مراجعه میکردن، 10 سال گذشته، یعنی 10 سال با این مشکل سر و کله زدن، ولی خب راهشون اشتباه بوده. راجع به بیماری صحبت کردید، کسانی هستن که بیماری سرطان رو باهاش روبرو میشن، زندگی میکنن باهاش. کسانی هستن که بعد از سرطان زندگی قشنگتری رو شروع میکنن و من میشناسم که هزاران نفر که اینها بعد از اینکه سرطانشون معالج شده واقعا از هر لحظه زندگیشون لذت میبرن و خوشگذرن. در این حال اون شعف و نشاط در درونشونه، دیگه احتیاج ندارن پول بیشتری داشته باشن یا زندگی مرفه‌تری داشته باشن، اونها نشاط رو به دیگران هم انتقال میدن. چقدر قشنگه با این افراد هم بیشتر معاشرت کنه، هیچ بهانه‌ای نمیمونه. میگن کسی که روبرو میشه با مرگ تازه قدر زندگی رو بیشتر میدونه. واقعا همینا هستن. به خاطر همین خیلی مهمه که آیا حتما باید ما روبرو بشیم یا اینکه بدون روبرو شدن هم میتونیم این لذت رو ببریم و قدردانی بکنیم از اون چیزایی که داریم. هیچ بهانه‌ای پس با این صحبت‌های شما نمیمونه برای اینکه شاد نباشیم. یعنی حتی تا کانسر و سرطان هم تجربیاتی افراد داشتن و بعدش میبینیم زندگی خوشحالتری رو دارن. و چه خوبه قبل از اینکه برسیم به جایی که بگیم دیگه دیر شده، به قول فرمایش شما یه فکرایی بکنیم. یه مسئله رو فقط میخوام توضیح بدم، برای اینکه ما وقتی راجع به شادی صحبت میکنیم نمیخوام که اشخاص تصور بکنن که پس غمهایی که دارن و واقعیه بعد چه کار بکنن. مثل زمانی که میگن که شهامت در نبود ترس به وجود نمیاد، ترس هست در با شناخت ترس، با تحمل ترس، عبور ترس ما میریم توی فضای شهامت و شاید ترس همیشه اونجا هست ولی شهامت داره اتفاق میفته. شادی هم این هست، یعنی این نیستش که ما غم دنیا رو نداریم، درد دنیا رو نداریم، مسائل دنیا وجود نداره، ولی پذیرفتن تمام مواردی که طبیعیه از نظر اون احساسات و بعد دوباره انتخاب کردن که بیایم فضای مثبتش رو ببینیم و شادش بکنیم که مطرحه، وگرنه بی خیالم نمیتونیم باشیم و زندگیمون رو ببریم فقط به اومادی که ولش کن فقط بذار شاد بشم. چون خیلیا به خاطر همچین مسئله از نوجوانی میرن به اینی که بی خیال دنیا، من هیچ کاری نمیخوام بکنم، فقط مواد مخدر استفاده کنم و لذت ببرم، بذار بقیه دنیا درد رو بکشن. در نتیجه وقتی شادی رو صحبت میکنیم، شادی واقعیه در نبود غم و ترس و خشم نیست، با بودن تمام درست. موارد احساسی که واقعیه و قاعدتاً باید واقعی باشه. یعنی اگر من عزیزی رو دست بدم بلند نمیشم قشقش خنده بکنم، غم دارم و با شناخت غمم و با بودن غمم در کنار اون با ارزشی که به غمم میذارم باز برمیگردم، میگم روحش شاد باشه، زمانهای خوبی که داشته رو برای خودم نگه دارم و با اونها برم جلو و در قلب خودم نگه دارم. در حقیقت ما از بچگی یاد گرفتیم که شادی واقعی در حل مسائلمونه. اگه یادتون باشه مثلا میگفتن حسن 5 تا گردو داشت، 2 تاشو داد به خواهرش، چند تا براش مونده، اینقدر فکر میکردیم
با انگشتمون میشمردیم، وقتی میدیدیم 3 هست جوابش، اون وقت پر در می آوردیم، خوشحال میشدیم از اینکه یه مسئله رو حل کردیم. حالا هرچی بزرگ و بزرگتر شدیم رفتیم مسائل دیگر رو حل کردیم و بعدم مسائل زندگیمونو. یعنی فکر میکنم با حرفای قشنگ شما عزیزان اینطور من نتیجه گرفتم در دقایق پایانی که بودن مسائل و مشکلات خودشون شادی آفرینن، در صورتی که ما بتونیم حلشون بکنیم و از تجربیاتمون استفاده بکنیم برای حل این مسائل که برسیم به شادی و زیبایی واقعی، که اگر صبح که از خواب بیدار میشیم فقط ما به شادی و زیبایی فکر کنیم، فکر میکنم این حلال خوبی باشه برای بسیاری از مسائل، حتی بیماری های جسمی و روانی و اونچه که واقعیت هایی که برای ما هست تو زندگیمون. شاگرد خوبی بودم؟ بسیار. رسیدیم به پایان برنامه. من لباس مشی قشنگی به شما میام. حرفشون رو پس گرفتم. این از مهربانی و شوخ طبعی شماست، ولی دفعه دیگه رنگی میپوشم. مرسی فوجان جان، مرسی آقای دکتر، تا برنامه دیگه.